مثلا شما فکر نکنید که من به قول معروف امیدوار به شکست شما بودم. گفتم میخواین امتحانش بکنید بکنید، البته من چشم آب نمیبینه، ولی خب شاید بس به تجربه اینی برسونید، جریان هجرتی رو فراموش نکنید. آیا چنین نظامی که اصلا مبنا و موجودیتش و اصلا چطور بهتون بگم، اصلا از یک خلقی هست که اصلا جور در نمیاد با یه چیزی که بتونه قابلیت اصلاح داشته باشه، چون خیلی حکمی و بساط چیز فکر میکنه. چه انتظاری دارید؟ شما چطور میتونید فکر کنید که نظامی که نهایتا یک شخصیت غیر منتخبی میتونه هر نوع لایحه‌ای که تازه تو مجلس که شما عملا نمیتونید قانون گذاری بکنید، باز پیشنهاد بکنید هیئتی بیاد و بررسی، چطور انتظار دارید که از طریق دموکراتیک بشه مسئله رو حل کرد؟ خب سعیش رو کردید نرسید، خب چند دفعه میخوان این راه رو مجددا طی بکنید؟ نه، من واقعا معتقد هستم که آینده ایران برمیگرده به یک نظامی که درش یک حکومت پارلمانی دموکراتیک داشته باشیم، حالا شکلش چی باشه، شکل مختلفی است، چقدر عدم تمرکز باشه، از چه عوامل اینا ولی نمیتونه بر مبنای یک نظام تئوکراتیک باشه. درست. عملی نیست. حالا من نمیدونم پاسخ این سوالو چگونه خواهند داد بعضی از شخصیت‌هایی که اخیراً تو در این مورد آبمون توی جوب نمیره. خیلی صاف و بوسیانده بهتون میگم. من طرفدار یک آلترناتیو سکولار هستم. به هر حال در مورد ایران صحبت می‌کنیم و نمی‌تونیم در مورد اقوام ایرانی صحبت نکنیم. من می‌دونم که شما طرفدار یا صحبت کردین در رابطه با یک سیستم فدرالی. خیلی دوست دارم که بدونم که این سیستم فدرالی که مورد نظر شما هستش چه گونهش هستش؟ در واقع چون در آلمان دارین، در اینجا دارین، در آمریکا دارین؟ نه، من فکر کنم این وسط مقدار سوء تعبیر شده. من الزاماً از یک سیستم فدرال دفاع نمی‌کنم، من از یک سیستمی که درش عدم تمرکز باشه صحبت میکنم. یعنی فکر میکنم که حکومت مرکزی در اصل مسئولیت اصلیش در سه بخش اساسی است. یکی اصولا سیاست اقتصادی کشور و توزیع عادلانه ثروت هستش، یکی بخش روابط خارجی کشور هستش، یکی هم بخش پدافند ملی و مسائل نظامی و غیرزالک هستش، و به اعتقاد من این حد اقل استاندارد آموزشی و بهداشتی در مملکت باید رعایت بشه، بقیهش محول بشه به مناطق. میتونن حتی مجالس محلی داشته باشن، بودجه در اختیارشونه، به تصمیم خودشون چیکار میخوان باش بکنن، چه هزینه بکنن، لازم نیست که کسی از مرکز بیاد بهشون بگه، خودشون رو اداره بکنن. چرا که نه، بارها هم گفتم، حرفی که مستقیما به خیلی از نمایندگان بخش مختلف قومی کشور میزنم، زبان مشترک ما زبان فارسی است. بنده ببخشید برم لرستان لر بلد نیستم، برم کردستان کردی متاسفانه بلد نیستم، برم آذربایجان آذری بلد نیستم، ولی همه فارسی رو با هم حرف میزنن. ولی غنا و زیبایی ایران رو در این اتفاقا غنای فرهنگیش میبینم و آینده ایران رو طوری جستجو میکنم که چرا به غیر از زبان فارسی خانواده مثلا کرد که در مشهد زندگی میکنه نتونه برای بچهش ثبت نام بکنه توی مدرسه که زبان کردی هم در اونجا یاد بگیره، یا نشریات خودش رو داشته باشه، یا مطبوعات خودش رو باشه؟ چرا که نه؟ آیا اینا چیزایی نیست که واقعا میخواستن جستجو بکنن؟ آیا چیزایی نیست که اگه یک کسی بخواد یک کرد از بخواد مسجد سنی خودشو بسازه بتونه بسازه، کسی هم نگه بالا چشه دبروز؟ من به اینجا میخوام برسونم کشورو. بنابراین این انگیزه های مختلفی که مطرح هست فکر کنم مقدار زیادیش در قالب این مسئله قابل حله، بر اساس همون مسئله که بهتون گفتم از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر، ولی چجوری اجراش هستش به نظر من در جهت عدم تمرکز اگه پیش بریم خیلی از این مسائل برمیگرده به امور تصمیم گیری و اداری خودشون، و چرا که نه. بنابراین من فکر کنم پاسخ اون نیازها رو میده. حالا اگه کم اضافه تر از این، حتما یه اصراری هست که یکی از راهکارهای نستش که یک نوع سیستم فدرال هم داشته باشیم، تنها پاسخ هم نستش که خب بله اینا میتونه یکی از گزینه‌ها باشه، ولی حرف اساسی که به مسئولین و نمایندگان این جریانات رو میزن نستش که برپس که بنده و شما توافق سر این موضوع داشته باشیم. هیچ کدوم ما از جانب مردم ایران که وکالت نداریم براشون تصمیم بگیریم. بنابراین پروسسوسی باسی باشه که اون بپردازه به این مسئله، و اونم به اعتقاد من باز موکول کرد به مجلس مؤسسانی که به این مهم باعث بپردازه. اما این به مفهوم این نیست که ما از یه سری اصول و خواست ها
دفاع نکنیم از نظر پرسی. اون رو بله پاش وای میسیم و دفاع میکنیم و حقشونه. و من باز برمیگردم به همون نکته قبلی شما که بهتون مطرح کردم، که تنها جایی که میبینم که انگیزه خدمت به مملکت و خودشون رو جزء اون ملت بدن بلکه نه جدا، تنها از این طریق خلق خواهد شد. بنابراین هر نوع شوینیزم رو باز گذاشت کنار و با یک دید واقعی به قضیه نگاه کرد، حتی یک پله فراتر برن. همه امروز صحبت از هویت ملی کشورمون میکنم، کاملا هم درسته، خیلی هم خوبه که یک بازیابی این هست، ولی هیچ وقت این مسئله رو رسما هیچ کدوم ما اعتراف نکردیم، که من حاضرم این حرف رو برای بار اول تکرار بکنم در این مصاحبه. ما هویتی به غیر از هویت ملی داریم، هویت قومی هم داریم. چرا اون رو امروز نیان و قبول کنیم که جزوی از خصلت‌های کشور ما هست، و این رو نه به عنوان نکته منفی بلکه اتفاقا این نکته مثبت ببینیم. و چرا هر شهروندی که ندارم کرد یا بلوچ یا آذری یا از هر مذهب و تیده که باشه، نهایتا در این قالب خودشو میتونی عضو از اون جامعه بدونه، و این رو باستی کاملا نه فقط بفهمه بلی بدونه که نظامی هست که این امکانو بهش میده. اینه که من دنبالش هستم و اینه که فهم کنم پاسخ اون دغدغه ها یا نارسایی هایی که در هر دوره از تاریخ تا کنون بوده رو نهایتا حل خواهد کرد، و امیدوار هستم که از این طریق بیشتر اون مشکلاتشون برطرف بشه. من حاضر اگه چنان بحثی هست، اون دیگه تصمیم بنده نیست که بهتون بگم که بنده قبول دارم یا ندارم، اون یه تصمیم است که ملتی باز بگیره و برای این هم باز پروسسوس سیاسی رو طی کنه. شاهزاده عزیز، من سوال که زیاد دارم ولی به خاطر کمبود وقت